هفت سوال خواهر خدا صابر در هفتمین روز شهادتش. همراه ما باشید تا لحظات دیگر با این بخش خبری. با اخبار شنبه 31 خرداد ما از شبکه رسا رسانه سبز ایران همراه شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری: حضور خانواده هدا صابر در سالن ملاقات اوین، درخواست از اعتصاب کننده ها. افطار خانواده های زندانیان سیاسی به دعوت جوانان اصلاح طلب برای روزه سیاسی. درخواست پایان دادن به اعتصاب 12 زندانی سیاسی از سوی آیت الله بیات زنجانی. و هشدار مشاور میرحسین موسوی بر مسئولیت حکومت در حفظ جان 12 زندانی اعتصاب کننده. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار 31 خرداد ماه در خدمت شما هستیم. در سال روز شهادت مصطفی چمران یاد این شهید رو گرامی می‌داریم. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه رسا و اخبار امشب رو با خبری از هدا صابر آغاز می‌کنیم. هفت سوال خواهر هدا صابر در هفتمین روز شهادت او. خواهر هدا صابر در نامه‌ای به برادرش در هفتمین روز شهادت وی با طرح هفت پرسش در مورد چگونگی شهادت وی می‌پرسد: چرا تو را دیر برای مداوا و درمان رساندند؟ خواهر هدا صابر در نامه‌ای به برادرش در هفتمین روز شهادت وی با طرح هفت پرسش در مورد چگونگی شهادت وی می‌پرسد: چرا تو را دیر برای مداوا و درمان رساندند؟ به گزارش جرس در این نامه آمده است: چرا به خانواده‌ات خبر ندادند؟ چرا با تو در حالت اعتصاب با خشونت رفتار کردند؟ چرا باید فاجعه حال رخ دهد که تو اعتصاب کنی؟ چرا باید بدون حکم در زندان باشی؟ چرا سکوت آگاهان در برابر این همه ظلم؟ چرا سکوت و بیمسئولیتی علمای دین؟ و چرا باز دلنگرانی از حال اسیران و دربندانی دیگر؟ در بخشی از این نامه آمده است: می‌دانم با آنکه همیشه با مردم بودی و در میان مردم، اما مرزهای تنهاییت در همه جا رو به گسترش بود. نیک می‌دانم که سوی مهندس عزت الله صحابی تنها ترت کرد، فاجعه حال بیقرارت کرد، در لحظه دیدار با یار رفیق رهگشا باب را تنها گشودی و به دیدارش شتافتی. فیروزه صابر نامی خانوادی صحابی و صابر را خطاب به 12 زندانی اعتصاب کننده قضا به مسئولان اوین تحویل داد. به گزارش کلمه، خانوادی هدا صابر روز دوشنبه با حضور در سالن ملاقات زندانی اوین از نماینده سازمان زندانها خواستند که بگذارند آنها با 12 زندانی اعتصاب کننده زندانی اوین دیدار کنند و از آنها بخواهند به اعتصاب قضای خود پایان دهند. 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به شهادت حال صحابی و هدا صابر از روز شنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. بر اساس این گزارش، هرچند نماینده سازمان زندانها مستقر در زندان اوین اجازه چنین ملاقاتی را به خانواده شهید هدا صابر نداد، اما خانواده صابر همچنین به نمایندگی از سوی خانواده صحابی و خانواده شامخی، همسر و فرزندان حال صحابی، با خانواده زندانیان اعتصاب کننده دیدار کردند. گفته می شود خانواده های صحابی و صابر در این نامه ضمن تشکر از زندانیان اعتصاب کننده از آنها خواستند به این اعتصاب هرچه زودتر پایان دهند. هنوز مشخص نیست که آیا مسئولان سازمان زندانها این نامه را به دست مخاطبانش خواهند رساند یا خیر. مراسم افطار خانواده‌های زندانیان سیاسی غروب دوشنبه 31 خرداد در منزل یکی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد برگزار شد.
به گزارش کلمه در این مراسم که جمعی از فعالان سیاسی و جوانان اصلاح طلب نیز حضور داشتند، برای سلامتی همه زندانیان و به خصوص اعتصاب کنندگان و تحقق اهداف بلندشان به درگاه الهی دعا و سپس افطار انجام شد. لازم به یادآوری است که روز گذشته جوانان اصلاح طلب در بیانیه‌ای از 12 اعتصاب کننده قضای بند 350 زندان اوین خواسته بودند که اعتصاب قضای خود را بشکنند و آورده بودند: حفظ جان شما اوجب واجبات است و فردای سبز میهن به وجود شما نیازمند است. باید بمانید تا طلوع صبح آزادی را با هم جشن بگیریم. اما این درخواست ما به معنای عدم مسئولیت زندانبانان در قبال شما نیست. آنها همچنین اعلام کرده بودند که در روز دوشنبه 3 خرداد روزه سیاسی خواهند گرفت. آیت الله بیات زنجانی پیام داد: فریاد زندانیان مظلوم تکلیف را بر آزادی خواهان سنگین تر می سازد. آیت الله بیات زنجانی در پیامی خطاب به 12 زندانی اعتصاب کننده در بند 350 اوین با بیان اینکه بارها ندای آزادی خواهانی زندانیان مظلوم به بیرون از دیوارهای زندان رسیده است و این موضوع تکلیف را بر دوش همه افرادی که دل در گرو اسلام علوی و محمدی دارند و برای آزادی خواهی تلاش می کنند سنگین تر می کند، تأکید کرده است: تکلیف این عزیزان شکستن اعتصاب قضا و خارج نمودن خانواده ها و نزدیکان و صد البته جامعه نگران و ملتهب امروز از این نگرانی هاست. این مرجع عالی‌قدر در بخشی از پیام خود متذکر شده است که اعتصاب قضای اخیر زندانیان سیاسی پیامی واضح به بخشی از حاکمیت است که در طول سالهای اخیر به کرات خواسته های بخش قابل توجهی از مردم را نادیده گرفته و بالعکس با جریحه دار نمودن احساسات مؤمنین اهدافی را در سر می پرورانند که باید از آنها به درگاه خدای متعال پناه برد. مشاور امیر حسین موسوی اعلام کرد حکومت مسئول مستقیم جان 12 زندانی اعتصاب کننده است. به گزارش جرس، مشاور ارشد امیر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با اشاره به اعتصاب قضای اعتراضی گروهی از زندانیان سیاسی در زندان اوین که در اعتراض به جانباختن مرحومان حاله صحابی و خدا صابر صورت گرفته، مسئولیت مستقیم هر حادثه‌ای در ارتباط با این زندانیان را بر عهده حکومت دانست و هشدار داد که حاکمیت دیگر نخواهند توانست با توجیهات غیر قابل توجیه عملکرد خود را و حادثه مشابه حادثه خدا صابر مرگ بر اثر اعتصاب قضا را تکرار کند. اردشیر امیر ارجمند همچنین خاطر نشان کرد حاکمیت فعلی با شعار و فریادهای کذب خود آنچه را در حال انجام آن است استفاده ابزاری و سوء استفاده از دین بوده و سعی در فرار از مسئولیت‌های خود دارد. ارجمند با انتقاد از اطلاق واژه فتنه توسط برخی فعالان و مقامات و مدعیان آن را اشتباهی فاحش خواند و تصریح کرد: فتنه وجود مخالف نیست، بلکه عدم قبول مخالف فتنه می باشد. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. امیر خسرو دلیرسانی با روحیه بالا و عزمی راسخ تصمیم به ادامه اعتصاب قضا دارد. به گزارش جرس، وی در دیدار کابینی هرچند از نظر جسمی تکیده شده بود، اما گفته است که شهادت خدا صابر عزم او را برای ادامه مبارزه با ظلم راسخ‌تر کرده است. وی اعتصاب قضای زندانیان را ملهم از شهادت خدا صابر دانست. عمادالدین باقی از زندان آزاد شد و به محض آزادی از زندان برای تسلیت به خانه صابر و صحابی رفت. به گزارش جرس، وی که روز گذشته بعد از ملاقات کابینی با خانواده‌اش با سپری شدن مدت محکومیتش از زندان اوین آزاد شد، پیش از عزیمت به منزل به خانه شهید هدی صابر و خانه خاله صحابی رفت و با خانواده آنان ابراز همدردی نمود و برای آنها آرزوی صبر کرد. عمادالدین باقی یکی از 12 زندانی سیاسی اعتصاب کننده قضا بود که در اعتراض به شهادت خاله صحابی و خدا صابر اعتصاب قضا کرد.
مرگ مظلومانی صابر پیک عصیان و اعتراض به ظلمی بود که بر حاله رفت. به گزارش جرس، خانواده بازرگان در پیامی به مناسبت شهادت هدا صابر گفتند مرگ مظلومانی او پیک عصیان و اعتراض بر ظلمی بود که بر حاله رفته بود و همه سرمایه این جوان مرد جز جان گرامیش مگر چه بود؟ سرمایه‌ای که به سخاوت و از منتهای وجود همچون آرش در کار پرواز تیری کرد که آفاق جهان و افکار امروز را در نوشت و نام او را در تذکره شهیدان میهن بر نوشت. بهمن کشاورز گفت اگر به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران ندهند از طریق دیگر اطلاعاتش را جمع خواهد کرد. رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت چنانچه ایران اجازه ورود به نماینده منتخب شورای حقوق بشر را ندهد، این نماینده با تحقیقات غیر میدانی، استعلام و پرسش از منابعی که در اختیار دارد، خواه از داخل ایران و خواه از خارج از کشور، گزارش خود را تنظیم و به شورا ارائه خواهد کرد و این گزارش میتواند بعداً در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود. بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت کنونی شورای حقوق بشر گفته است پس از تبدیل نهاد کمیسیون حقوق سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مجموع نظرات مثبت‌تری نسبت به این نهاد در جهان ایجاد شد، زیرا ترکیب و نحوه عمل آن می توانست چنان باشد که در رسیدن به حقیقت نزدیکتر تلقی شود. وی همچنین افزوده است تا آنجا که به یاد دارم این اولین باری است که پس از صدور قطعنامه نماینده ویژه‌ای برای کشوری تعیین می شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت دادستانی به صالحی گفته که ملکزاده در شرف بازداشت است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تا قبل از ظهر دیروز تعداد امضاهای طرح استیضاح به 31 نفر افزایش یافته است، گفت دادستانی تلفنی به وزیر خارجه گفته که ملکزاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نکنید، ولی صالحی به این مسئله اعتنا نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، احمد توکلی راهیافته مردم تهران با اشاره به اخبار منتشره در خصوص تقدیم نشدن طرح استیضاح وزیر خارجه به هیئت رئیسه مجلس گفت روز یکشنبه ما طرح استیضاح را با 22 امضا به محمد رضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت تقدیم کردیم و باهنر هم گفت که چون ما از نظر آیین‌نامه مختار هستیم که همان روز یا روزهای بعد طرح استیضاح را اعلام وصول کنیم، لذا این طرح را جلسه بعد اعلام وصول خواهیم کرد. وی خاطر نشان کرد از مسئولان امر می‌خواهم که مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی را به همه رسانه‌ها بدن تا معلوم شود که دولتی‌ها خلاف گفته و مسئله را تحریف کردند. مسئولان دادگستری گلستان از بازگشایی پرونده آزار و اذیت دو دختر که یکی از آنها به قتل رسیده در شعبات مختلف دادگستری این استان خبر دادند. به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان قضایی گلستان در نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه پرده از جنایاتی برداشتند که علیه یک پزشک زن و یک دختر در یک منطقه روستایی و یکی از شهرهای استان رخ داده است. همچنین مسئولان قضایی گلستان از پرونده قتل دختری جوان در یکی از شهرستان‌های استان خبر دادند. خانواده حسین رونقی وبلاگ‌نویس زندانی که روز دوشنبه 30 خرداد برای دیدار با وی به بیمارستان هاشمی نژاد مراجعه کرده بودند، اجازه ملاقات با وی را پیدا نکردند. به گزارش رهانا، پدر و مادر حسین رونقی ملکی که از تبریز برای پیگیری وضعیت فرزندشان در بیمارستان به تهران آمده بودند، امروز اجازه ملاقات با وی را در بیمارستان نیافتند. حسین رونقی ملکی در پی دچار شدن به بیماری کلیوی در زندان اوین در طی ماه‌های گذشته نیاز مبرم به درمان در بیمارستان تخصصی داشت که بار اول بعد از 4 ماه تأخیر و بار دیگر با تأخیر 1 ماهه که در هفته گذشته صورت گرفت به بیمارستان منتقل شد. نوه آیت الله حجت کوه کمری بازداشت شد. در ادامه برخورد با فعالان طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و مربیان عرفان حلقه در ایران،
حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حجت نجفی فرزند مرحوم آیت الله حجت کوه کمری از مراجع اعزام تقلید بازداشت شد. به گزارش تحول سبز، وی که مجتهد بوده و تولیت مدرسه علمیه حجتیه قم را نیز بر عهده دارد، به بررسی تطابق آموزه‌های عرفان حلقه با متون اسلامی شیعی مشغول بود و روز 24 خرداد ماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. یک روز انتخابات، دو سال بحران، هنوز رأی ها رو نشمرده بودند. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت می کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه، دلجوی آیت الله بیات زنجانی از آیت الله امجد به دلیل بیمهری های اخیر، درخواست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای پایان دادن به اعتصاب قضای زندانیان بند 350 اوین، بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حمایت از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی اوین، اظهارات بهمن کشاورز درباره گزارشگر ویژه حقوق بشر، تبدیل بازار ایران به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی و تفکیک دختران و پسران دانشجو در کلاس‌های درس. آیت الله بیات زنجانی با آیت الله امجد گفتگو و به دلیل بیمهری‌های اخیر صورت گرفته از ایشان دلجویی کرد. به نقل از صفحه فیسبوک آیت الله بیات زنجانی، هفته گذشته عروس و نوه آیت الله امجد که عازم سفر به خارج از کشور بودند، گذرنامه‌شان توقیف و توسط نهادهای امنیتی به داخل بازگردانده شدند. به گزارش خبرنگار کلمه، پاسپورت عروس آیت الله امجد ضبط شده و طی یک هفته گذشته مراجعه به نهادهای مرجع نتیجه‌ای نداشته و هیچ مسئولی پاسخگوی اجرای این حکم خارج از عرف قانونی نبوده است. آیت الله بیات زنجانی در تماسی با آیت الله امجد گفتگو و به دلیل بیمهری های اخیر صورت گرفته از ایشان دلجویی کرد. آیت الله محمود امجد در پیامی خطاب به مردم ایران ضمن انتقاد از وضعیت فعلی کشور و بیان این نکته که بیقانونی و اعمال خودسرانه و هتک حیثیت مردم بیداد می کند. او خاطرنشان کرد ظلم انقدر در کشور رواج یافته است که دیگر تعجب و تأسف مسئولان را بر نمی انگیزد و من نیز امروز برای رفع مظالم راه به جایی ندارم. همچنین در خبر دیگری از آیت الله محمود امجد، خبر منتسب به وی در سایت خبر آنلاین را تکذیب کرده و فرمودند حرف من همان است که در نامه قبلی زدم. من مدافع اسلام و حقیقت جمهوری اسلامی هستم، نه عمل کرده ناسواب مسئولان فعلی. به گزارش خبرنگار کلمه، روز گذشته این سایت در خبری مدعی شده بود که نامه اخیر ایشان غیر مستند است و ایشان مدافع نظام و رهبری هستند. بر اساس این گزارش، آیت الله امجد دقایقی بعد با تکذیب این خبر و با اشاره به بسته شدن پایگاه اطلاع رسانی ایشان توسط نهادهای امنیتی تصریح کردند که اینها می توانند اصل نامه مرا منتشر کنند تا مردم خود قضاوت کنند که مخاطب و محتوای نامه دقیقاً چه کسی و چه چیزی است. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: صدایتان جهانی شد، به اعتصاب قضای خود پایان دهید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی، از 12 زندانی اعتصاب کننده دعوت کرد تا با توجه به شنیده شدن صدایشان به اعتصاب قضای خود پایان دهند. به گزارش تارنمای امروز، ارگان خبری مجاهدین انقلاب اسلامی در این بیانیه آمده است:
بار دیگر ضمن یادآوری و هشدار نسبت به شرایط سخت و تنگناهای اسرای جنبش سبز، ظلم‌های رفته به زندانیان سیاسی و همچنین قدردانی از تظلم‌خواهی سرافرازانه 12 یار در اعتصاب قضا اعلام می‌دارد. اکنون صدای اعتراض شما و شهدای جنبش به گوش آزادی‌خواهیان رسیده و بیشتر نیز خواهد رسید. لذا تقاضا داریم تا برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به سرمایه‌های گرانقدر جنبش سبز ایران نسبت به شکستن اعتصاب قضای خود اقدام نمایید. تعدادی از وکلای دادگستری از زندانیان اعتصاب کننده در اوین برای پایان اعتصاب قضایشان درخواست دادند. به گزارش کلمه، تعدادی از وکلای دادگستری که در 2 سال اخیر وکالت زندانیان سیاسی جنبش سبز را نیز بر عهده داشتند، در پیامی خطاب به 12 زندانی اعتصاب کننده در بند 350 اوین گفتند، می‌دانیم که زندانی زمانی دست به اعتصاب قضا می‌زند که از سایر اقدامات قانونی مایوس شده باشد. بدین وسیله از همه این عزیزان که ایمان داریم پایبند به دین و شریعت و موازین حقوق بشری هستند، تقاضا داریم به اعتصاب قضای خود که می‌تواند نتایج زیانبار و غیرقابل جبرانی داشته باشد پایان دهد. فرید غیرت، عبدالفتاح سلطانی، صالح نیکبخت، سید محمود علیزاده طباطبایی، محمد علی دادخواه و محمد رضا فقیهی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. وجدان‌های بیدار ندای تظلم‌خواهی زندانیان سیاسی عقیدتی اعتصابی را بشنوند. در ادامه حمایت‌ها از اعتصاب قضای اعتراضی 12 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی با اعتصابیون از بشر دوستان و وجدانهای بیدار در سراسر جهان خواست تا ندای تظلم خواهی آنان را بشنوند. به گزارش تارنمای سازمان حقوق بشر کردستان در این بیانیه آمده است. آنچه مهم است اعلام اعتراض و انتقادشان نسبت به روند فاحش نقض حقوق بشر است که این عزیزان در این راه با اعتصاب قضا از جان خود مایه گذاشتند و در وهله بعد رساندن پیامشان به گوش جهانیان. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از تمامی وجدانهای بیدار، آزادی خواهان و انسان دوستان می خواهد تا ندای تظلم خواهی و انسان دوستی این 12 زندانی اعتصاب کننده را بشنوند و مسئولانه در این رابطه عمل نمایند. دختران و پسران دانشجو از مهر ماه در کلاس‌های جدا می‌نشینند. بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به طور جدی در وزارت علوم و در میان نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. از این رو وزیر علوم به کمیسیون آموزش و تحقیقات فراخوانده شد تا برنامه‌های خود را در زمینه تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها توضیح دهد. علی کریمی فیروزجانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به خبر آنلاین میگوید حتی الامکان باید از اختلاط بیمورد دانشجویان دختر و پسر جلوگیری شود و این سیاستی است که خانواده ها، مجلس، روحانیت، علاقمندان به نظام و مراجع تقلید بر روی اجرای آن تاکید دارند. وی از دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی نامی برد که امکان تفکیک جنسیتی در کلاس ها و سلف سرویس وجود دارد و ادامه می دهد یکی از دغدغه‌های اصلی اولیای دانشجویان این است که فرزندانشان از هدف اصلی آموزش دور نشوند، اما به دلیل رعایت نکردن برخی موارد این دانشجویان گرفتار می شوند. کریمی فیروزجایی می گوید وزیر علوم اعلام کرد که بجز جداسازی سیاست دیگر این وزارتخانه احداث دانشگاه‌های تک جنسیتی است و در این زمینه نیز هر گونه حمایت بودجه‌ای و قانونی که لازم باشد مجلس انجام خواهد داد. بازار ایران به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی تبدیل شده است. واردات خودروهای سنگین دست دوم از اروپا به معنای نوسازی سیستم حمل و نقل با ناوگان فرسوده است که این سیاست حاصلی جز خروج ارز از کشور ندارد. فرید زاوه کارشناس خودرو در گفتگو با ایلنا در خصوص بحث وضعیت خودروهای تجاری با اشاره به ممنوعیت حدوداً 2 ساله واردات کامیون به کشور اظهار کرد. از حدود 2 سال قبل مسئولان وزارت صنایع با یک رویکرد سلیقه‌ای واردات کامیون به کشور را متوقف کردند که همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌های کامیون‌های اروپایی در بازار شد.
بازاری که بیش از آن تا حدودی شکل رقابتی به خود گرفته بود. وی به بحث واردات کامیون‌های هوو و دانگفنگ از چین طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود نمایندگان مجلس پس از مشکلات ایجاد شده ناشی از ورود کامیون‌هایی از چین به کشور به منظور محدود کردن بازار این خودروهای سنگین مصوبه‌ای مبنی بر ورود کامیون دست دوم از اروپا به تصویب رساندند. در واقع نمایندگان مجلس با این مصوبه بازار ایران را به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی تبدیل کردند. وی با اذعان به اینکه در حال حاضر کشور مملو از خودروهای سنگین فرسوده و فاقد استانداردهای مورد تایید است مطرح کرد، همکنون یکی از معضلات این حوزه نوسازی ناوگان فرسوده است که منجر به غیر اقتصادی شدن حمل و نقل در کشور شده است. اما نوسازی ناوگان با خودروهای دست دوم اروپایی تنها به معنای خروج ارز از کشور است که حاصلی به همراه ندارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قرار داشتن خودروهای سنگین در لیست کالاهای تحریم شده علیه ایران مطرح کرد، به واسطه تحریم‌ها علیه کشور در حوزه واردات کامیون با مشکل روبرو هستیم. بنابراین بهتر است با سیاست‌های غیر صحیح نظیر محدود کردن واردات معضلات درونی دیگری ایجاد نکنیم. احمد توکلی نماینده تهران گفت که دادستان تهران به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه خبر داده محمد شریف ملکزاده به علت تخلفات خود در شرف بازداشت قرار دارد، ولی آقای صالحی بی اعتنا به این هشدار وی را به عنوان معاون خود منصوب کرده است. آقای توکلی این اظهارات را در آستانه تقدیم طرح استیضاح وزیر امور خارجه انجام داده است، اقدامی که نمایندگان محافظه‌کار دلیل آن را انتصاب آقای ملکزاده از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه ذکر کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای میردامادی، شما فکر می‌کنین دلیل اینکه وزیر امور خارجه با بی‌توجهی به هشدار دادستان تهران در مورد کاندیدای معاونت وزارت خارجه خودشو در خطر استیضاح مجلس قرار داده چی می‌تونه باشه؟ به هر حال همچنان این جنگ قدرت بین دو جریان داخل اصولگرا به سرکردگی مجلس در واقع بی‌تردید خود مقام رهبری در سر اون جریان هست از یک سو، و از سوی دیگه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و بقایی و دیگر جریانی که اکنون در ادبیات سیاسی به جریان انحرافی نامیده شدن از سوی حاکمیت، این تقابل همچنان ادامه داره. یکی از آخرین پرده های این تقابل دعوا بر سر انتصاب جدید معاون اداری مالی وزارت خارجه هستش. با توجه به اینکه وزارت خارجه همیشه یکی از خاکریزهای مهمی بوده که دو جریان اصولگرا برای تصاحب وزیر و معاونین اون که ای بسا مهمتر از خود وزیر هست با هم جنگ و جدال داشتن، انتصاب آقای ملکزاده با عنوان یکی از چهرهای نزدیک به آقای مشایی این دعوا و درگیری رو تشدید کرده و از یک طرف یک مثلثی تشکیل شده، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و مجلس که هر کدوم با ابزارها و اهرم‌هایی که دارن این انتصاب رو بهانه کردن و دارن به جریان آقای احمدی نژاد حمله میکنن. وزارت اطلاعات با توجه به اینکه در نظام اداری جمهوری اسلامی در خصوص انتصاب مقامات عالیه باید اظهار نظر میکرده، اظهار نظر منفی کرده. دستگاه قضایی هم تلاش میکنه با اهرم پرونده سازی و یا اتهاماتی که متوجه ایشون هست یا نیست و یا اتهام تراشی این انتصاب رو در تنگنا قرار بده، و مجلس هم با بحث طرح استیضاح داره مخالفت خودش رو علنی میکنه، ولی در پس پرده چیزی نیست جز یک باندبازی، جز یک تقابل، جز یک بهانه‌جویی و به چالش کشیدن جریان آقای مشایی که مجلسی ها به شدت نگران هستند که نفوذ خودش رو در دستگاه های دولتی داره گسترش میده. نماینده های استیضاح کننده وزیر امور خارجه در نامه استیضاح گفتن که در صورت انتصاب آقای ملکزاده به عنوان معاونت اداری مالی، سازمان های جاسوسی بیگانه میتونن که به سفارتخونه های ایران نفوذ کنن. از چنین عبارت تندی باید چه نتیجه ای گرفت؟ به هر حال معاون اداری مالی وزیر خارجه یکی از گلوگاه های مهم برای تعیین و
انتصاب و اعزام سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف هستش. نظر او و در واقع فیلتری که او میگذاره خیلی میتونه در گستره نمایندگی های جمهوری اسلامی مؤثر واقع بشه. نگرانی اکثریت مجلس این هستش که با در اختیار گرفتن این گلوگاه بسیار استراتژیک و مهم ممکنه که اختیار دولت به سمت دیگه ای تمایل پیدا کنه و از نفوذ رهبری و اکثریت مجلس این گلوگاه مهم دولت در بیاد. ولی حالا بهانه هایی رو که مطرح میکنن به نظر میرسه که جز یک اتهامات بی مبنا چیزی نباشه، به همون میزان که آقای ملکزاده و آقای مشایی و دیگران به چارچوب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه معتقد بودن و ملتزم هستند، به همون میزان آقای احمد توکلی و سایر دوستانشون در مجلس بودن و صرفا یک دعوا و یقه کشی سیاسی است که ها چون وزارت خارجه هست و چون با امور خارجه مرتبط هست و مسئله جاسوسی و ارتباط دیپلمات ها و اینها هم میچسبه به این مقام و مسئولیت، این رو مطرح میکنن در حالی که من بعید میدونم این اتهام وارد باشه. بی تردید سر تصاحب بیشتر قدرت در داخل دولت هستش که این خاکریز جنگ و جدال خونین رو بین دولتی ها و بین مجلسی ها که در واقع به رهبری و سرکردگی خود مقام رهبری هست رو در پیش رو قرار داده و چیز دیگه ای نیست. متشکرم آقای میردامادی. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما رو همراهی کردید. تا فردا شب خدا یار نگه دارید. تا دیدار دیگر، خدا نگه دارید. Thank you.